پستونک جق جقه ای می بافیم به روی ماهتون یه روز قشنگ دیگه و یکی دیگه از اختراعات سهر جق جقه پستونکی که قراره با هم دیگه ببافیمش و اینکه تبیل قایل نشیم یه صورتی می بافیم. و یه آبی نخم آلیزه کتانگول گلابم هم شماره دو. بعد چون که اینا سری جدیدشه بعد یکم نازکتره من قبلا با دو و نیم می حالا این بار دیگه اینو با دو بافتم دو رنگ نخ نیاز داریم یکی سفید یکی هم دیگه حالا هر رنگی که شما دوست دارید اگر جغجغه ندارید اصلا ناراحت نباشید به جای جغجغه داخلش رو الیاف پر میکنیم شما با هر نخ دیگه ای هم که دوست داشته باشید چه ایرانی چه ترک میتونید ببافید فقط سخامت رو در نظر بگیرید که به اندازه ببافید اگر نمیخواید جقجقه بذارید مهم نیست هر چند تا که بافتید اما اگه میخواید این جقجقه اندازه باشه داخلش جا بشه باید حتما به اندازه قطرش ببافید که حالا میگم چیکار میکنید سفید باید ببافیم اما تو فیلم دیده نمیشه من به همین خاطر با آبی میبافم ابتدای کارمون مثل همیشه با یه حلقه جادویی شروع میشه یه نخ بیرون میگیریم یه زنجیره میزنیم و شش تا پایه کوتاه میبافیم بعد از اینکه شش تا پایه کوتاه رو بافتیم هیچ چلالی نمیزنیم بافتمون حلزونی هستش میریم مستقیم سر پایه یه اول دو چهار شش نخ رو میکشیم جمع بشه یه نشونه میذاریم این نخ رو نشونه میذاریم برای ابتدای رنج همون گردالی هستش دیگه گردالی که تو عروسک بافی می‌بافیم. میریم سر پای کوتاه دو تا پای کوتاه میبافم روی هر پایه دو تا پای کوتاه تا انتها که میشه دوازده تا هر رجی که پیش بریم شش تا پایه اضافه میشه نخ رو نخ نشونه رو بردم پشت بافت که دوباره نشونه بشه روی اولین پایه دوتا روی بعدی یک پایه پایه همون میشه هجده تا ببافم رج بعدی پایه اول باز افزایشی رو میبافیم دو تا می میبافیم که پایه میشه چهار تا و کلا بیست و چهار تا دو تا تاکی. ادامه میدم تا این تا بافتم من بر با حسب تجربه و اینی که قبلا بافتم میدونم که الان تا اینجا بافتم براش کافیه ببینید این اندازه شده حالا اینجا باید الان سه رج ساده ببافیم تا دوباره کاهشی ببافیم شما بس باید اینجا اندازه بگیرید ببینید تا جایی به بافی که یک سوم از توپ رو پوشش بده بردارم یک سومش رو پوشش داده و بعد این یک سوم ما رو باید ساده بافی انجام بدیم من چهار رج بافتم ولی این وسط سه تا رج می چون انتهاش یه کوچولو باز میمونه اون فضا و اون یه رج جای خالی میمونه برش ساده بافی هم به این شکل که همین تعداد پایه رو میبافیم 24 تا پایه رو کوتاه میزنم افزایشی نخواهیم داشت این سرج رو میبافم برمیگردم سرج رو هم بافتم دوباره نخ رو نشونه میذاریم این بار باید کاهشی ببافیم هر گندمی دو تا لبه داره ما فقط لبه جلویی رو میگیریم بعدی هم همینطور این کاهشی تو بافت عروسک بافی خیلی مهم نخو بیرون میکشم پای کوتاه رو میبافم دو تا پایه میبافم یادتونه آخرین رجی که بافتیم اولی افزایشی بود بعد دو تا پایه میبافتیم حالا همون میشه دوباره فقط به جای افزایشی کاهشی میشه کاهشی دو تا پایه تا انتها میبافم تا اینجا باب اگر میخواید علیا فور کنید هیچ اشکالی نداره ادامه بدید بافتتون رو هنوز جا دارید اما اگه میخواید جغجغه رو داخلش بذارید همین جا باید جغجغه رو داخلش بذارید یه کوچولو سخته ولی امکانه خب. سراج بعدی رو بعد ببافیم اولی کاهشی دو تا پایه رو با هم میگیریم و میبافیم و بعد یک پایه و همین کار تکرار میشه ادامه میدم رجه بعدی میشه دو تا یکی دوازده تا پایه برامون مونده هر دوازده تا باید دو تا دو تا یکی بشه فقط لبه های جلوی رو دارم میبافم به آخرین دو تا یکی که رسیدیم نخ رو میگیریم یکی نمیکنیم این پای کوتاه رو رنگ جدیدمون رو داریم که من اینجا سرخابی هستش و روی این مثلا باید سفید باشه اما دیده نمیشه خب یکی شد درسته حالا میایم الان شش تا پایه داریم درسته مثل ابتدای بافتم فکر میکنیم که رج دوم هستیم تمام پایه ها رو دوتا میبافیم این اضافه نخوارم بعدا درستش رو به همین شکل یه چیزی مثل گردن عروسک کاملا از عروسک الهام گرفتم نمیدونم چی شد این چقچقه ها رو من چند وقت دارم و همینطوری تو فکر بودم که خدای خوب من چیکار کنم با اینا به آخرین پایه پایه هامون شد دوازده تا نخ آبی رو بلندتر میگیریم قطع میکنیم بعد با سوزن چند بار میریم کوک میزنیم که محکم بشه و در نمید. دوباره این نخه رو باید نشونه بذاریم که ابتدای رج رو بدونیم از اینجا به بعد روی این بافت نشون میدم چون همون بافته دیگه تکرار همون بافته ابتدایی هستش دوازده تا پایه داریم روی پایه یه اول یه دوتایی می بافیم و بعد یه تکی تعداد پایه همون میشه هجده تا یعنی شش تا اضافه میشه رج بعدی یه افزایشی می دو تا تکی میشه بیست و تا و رج بعدی افزایشی سه تا تکی رج آخر افزایشی چهارتا تا تکی که پایه میشه چند تا سی و شش پایه در انتهای شلال میزنیم نخمون رو قطع میکنیم میریم برای ادامه بافت برای دسته برای دسته پستونک جاسویچی قلبی رو یادتونه همونه پنج تا زنجیره زدم روش بافتم لطفا این فیلم رو ببینید و به اندازه 8 سانت بافید. هشت سانت که بافتیم میایم این دوتا لبه رو ابتدا و انتها رو به هم میچسبونیم. دو تا پایه رو با هم می بافیم. حالا هر جایی بود فرقی نمیکنه. پای کوتاه می بافیم. فقط میخوایم به هم وصل بشه. بعد میریم روی سمت چپی خیلی مهمه ببینید میایم حالا دیگه ببخشید رنگش خیلی مشخص نیست هر جایی که شده روی اون پای اولی یا زنجیره اولیه دو تا پای کوتاه ببافید روی پایه بعدی الان شد چهار تا و پایه آخر باز دو تا می بافیم شش تا روی سمت چپی بافتیم همین باف روی سمت راستی که الان شده باز چپ تکرار میشه یک دو سه چهار پنج و شش حالا چند تا پایه داریم؟ دوازده تا پایه نشونه رو میذاریم به اون دوتای اولی کاری نداریم میریم از اینجا که روی سمت چپی گفتم شروع کردیم به بافتن و دوباره همون گرد بافی شروع میشه الان باید روی اولی دو تا بافم روی بعدی یک پایه این بافت رو ادامه میدیم تا به همین اندازه برسه یعنی سی و شش پایه بافتمون به این صورت شد این دسته اینجا مونده دستره میتونید بنا به سلیقه‌تون بگیرید خب من دوست داشتم که بزرگتر بشه حالا میایم این دوتا رو میخوایم روی هم قرار بدیم و به هم دیگه وصلشون کنیم میتونیم دور تا دور پای کوتاه بزنیم پایه معکوس بزنیم یا هر پایه دیگه من اول شروع میکنم با پای کوتاه به هم وصل کردن دو تا پایه رو میگیریم و پای کوتاه میزنیم نکته ای که هست طبق همون افزایشی که داریم باید یه دونه افزایشی داشته باشیم مگر نه بافتمون جمع میشه پس من الان اینجا یه افزایشی میزنم و بعد پنج تا پایه میبافم دوباره اون افزایشی تکرار میشه به همین شکل تا انتها می بافیم. به انتها رسیدم. خیلی دقت بفرمایید که پایه ها روی هم قرار بگیره و هیچ پایه ای جا نیاد در آخر باف ببینید دیگه هیچ پایه ای نمود. برای انتهای بافتمون که خیلی قشنگ و تمیز در بیاد پایه آخر رو یه شلال میزنم و بعد نخ رو یه کمی بلندتر می گیرم قطع می بیرون می کشم. از پشت بافت از پایه دوم نخ رو بیرون میکشم برمیگردم از همین شلال آخر نخ رو از لبه عقبیش بیرون میکشم و انتهای نخ رو هم با سوزن پنهان میکنم و این شد جغدقه پسونکی ما و البته با این اضافه نخ که بر به این داخل یک کوک ریز این دو قسمت رو به هم میزنیم دو لایهی که بافتیم و به هم وصل کردیم این دوتا رو که ثابت بشه و تکون نخوره این دیگه باز نشه از هم دیگه و بعد نخ رو گره میزنیم و قطع میکنیم تا همین جایی بافت هم بافت اون خیلی قشنگ و عالی شده اما باز هم اگه بخواید خیلی خوشگلتر و ریزکاری کاری داشته باشه میتونید این قسمتش رو گلوزی انجام بدید که دیگه من انجام نمیدم میخوام برم آبیش رو هم ببافم آیدوارم که دوستش داشته برای گیفت سیسمونی فوقالعاده مناسبه برای عزیزانی که کار بافت سیسمونی انجام میدن این رو هم کنار سفارشاتشون داشته باشن برای مشتری های به بد ای نزنزی خدا نگهدارتون